سال 1997 اتحادیه جهانی کشتی علیرضا حیدری ما رو به عنوان فنی ترین کشتیگیر سال در تمام اوزان انتخاب کرد، در حالی که علیرضا حیدری اون سال حتی در وزن خودش قهرمان جهان نشد. شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که چطور یک کشتیگیر در وزن خودش قهرمان دنیا نشده، ولی اتحادیه جهانی کشتی که اون زمان فیلا بود این کشتیگیر رو به عنوان فنی ترین کشتیگیر در تمام اوزان انتخاب کرده. این قسمت ایران اسپورت و این کشتی که از علیرضا حیدری امروز میخوایم با هم ببینیم جواب این سوال رو به خوبی میده. به قسمت جدید ایران اسپورت خوش اومدیم. درود فراوان خدمت همه دوستان عزیزم، من رضام و اینجا ایران اسپورت. این قسمت ایران اسپورت اختصاص داره به یه کشتی فوق‌العاده زیرخاکی، فوق‌العاده تماشایی و فوق‌العاده خاطره انگیز از علیرضا حیدری در مقابل اسطوره کشتی کوبا یوئل رومرو. اگر که در زمره علاقمندان به کشتی هستین قطعا یوئل رومرو رو میشناسین، حتی اگر که به MMA هم علاقمند باشید یوئل رومرو رو دوباره میشناسید. یوئل رومرو کشتیگیر کوبا بود که از سال 1997 تا 2006 کشتی گرفت و بعدش هم وارد دنیای MMA شد و از 2010 تا 2018 اشتباه نکنم در UFC فایت میکرد، بعدش هم به سازمانهای دیگه رفت و تا همین پارسال فایت میکرد. باورتون میشه یوئل رومرو از 1997 کشتی گرفته، یعنی در میادین حرفه‌ای ورزش مبارزه کرده تا همین پارسال. دیگه خودتون دو تا چهار تا بکنید که از چند سالگی تا چند سالگی این بشر مبارزه کرده، اصلا یه سوپر ژنتیک بود. کشتی امروز دو تا قول کشتی دنیا از نظر زیبایی بدن هم هستن، یعنی این دوتا رو قشنگ جفتشون رو میشد ببری در مسابقات بدنسازی و فیزیک کلاسیک و اینها که 100% مقام می آوردن. جفتشون عضلات فوق العاده شلاق خورده و به هم پیچیده ای دارن و فوق العاده هم هر دو نیرومند و زور دارن. اصلا کشتی امروز خیلی جاها تقابل زور این دوتاست. دیگه حرف اضافه نمیزنم، بریم سراغ گزارش کشتی. فقط یک توضیحی بدم، الان ما داریم میبینیم که دو کشتیگیر دارن روی تشک میان و شروع کشتیه، ولی یه پرش 3 دقیقه‌ای در ویدیو داریم. من هر چقدر گشتم نسخه کامل این کشتی رو پیدا نکردم. الان از دقیقه 3 داریم میبینیم که خوشبختانه اتفاقی در 3 دقیقه نخست نیفتاده و هیچ امتیازی رد و بدل نشده. بریم سراغ گزارش کشتی. دو کشتیگیر در سرشاخ سرگردان هم دیگه کار میکنن. اینجا داور بله یه اخطار به علیرضا حیدری میده، حالا باید در خاک یوئل رومرو بشینه. یوئل رومرو خیلی کشتیگیر باراندازکاری نبود، حالا اینجا برعکس علیرضا حیدری هم فوق‌العاده کشتیگیری بود که در دفاع بارانداز فوق‌العاده بود، قوس و محکم میچسبید به تشک و همطور هم که الان دارید میبینید یوئل رومرو خیلی کار خاصی نمیتونه رو علیرضا حیدری ما بکنه. تا این لحظه حتی تکون نتونسته به علیرضا حیدری رو. حالا اینجا سر و گردن حیدری رو مهار کرده، میخواد بره برای فیتو، فشار فوق‌العاده زیادی رو داره به گردن علیرضا حیدری وارد میکنه که داور سرپا میده. فقط داشت یه فشار الکی رو به گردن علیرضا حیدری وارد میکرد. چهره یان رو کوینتانا رو اینجا لحظه در بین کشتیگیران کوبا دیدیم. من آخر کشتی راجع به کوینتانا هم یه صحبتی دارم. 4 دقیقه از وقت این کشتی گذشته، همچنان نتیجه 0-0. تا اینجا فقط یه اختار به علیرضا حیدری داده شده. اینجا یوئل رومرو زده زیر کت به راست علیرضا حیدری، یه لحظه رفت برای زیرگیری، دوباره یورش میاره برای زیرگیری، علیرضا حیدری بهش اجازه کار رو نمیده. حالا حیدریه که میره برای زیرگیری، یک خم مال خود میکنه و خاک میکنه یوئل رومرو رو. چه زیبا کار کرد در این صحنه.
در کسری از ثانیه به پای یوال رومانو رسید و به سرعت تونست این کشتیگیر قدرتمند کوبایی رو خاک بکنه. حالا اینجا میخواد بره برای اجرای بارانداز، پای هیدری رو رومرو گرو گرفته، میخواست بدل بکنه که هیدری بهش اجازه کار رو نمیده و یک بار دیگه هم بیرون توشک رومرو رو خاک میکنه که ادامه ی همون حرکت محسوب میشده و امتیاز مجددی برای هیدری نداره. حساب کار یک بر صفر به سود علیرضا هیدری. 4:45 از وقت این کشتی گذشته، وقت قانونی حدود 10 ثانیه دیگه به پایان میرسه. 1-0 به علیرضا هیدری پیشه، ولی طبق قوانین اون زمان چون که امتیازات به 3 نرسید، اینجا سر و گردن رومانو رو مهار کرده، میتونست در این لحظه آخر یه فیتو بزنه. اگر این فیتو رو اجرا میکرد چه فیتویی بود. حالا اینجا 5 دقیقه قانونی به پایان میرسه، رفتیم 3 دقیقه اضافه. طبق قوانین اون زمان اگر که دو کشتیگیر در 5 دقیقه اول امتیازشون به 3 نمیرسید، 3 دقیقه وقت اضافه داشتیم که در این 3 دقیقه وقت اضافه هم هر کی امتیازش به 3 برسه دیگه کشتی تموم میشه، یعنی احتیاجی نیست که حتما 3 دقیقه رو کشتی بگیرن. اینجا میره برای زیگری علیزاده هیدری، یک خم رو مال خود کرده، به خوبی یک خم رو بالا آورده، باید درو بکنه اون یکی پای رومرو رو، تا این لحظه موفق نبوده، میخواد همینجا میانکوب کنه که رومرو پروپای فوق‌العاده قرص و محکمی داره، تا این لحظه اجازه کار رو به علیرضا هیدری نداده. حالا اینجا یه بدل میکنه یول رومرو و به پشت علیرضا هیدری میرسه. چه بدلی کرد، با همون پاش که در اختیار علیرضا هیدری بود یه تقه به اصطلاح زد و تعادل علیرضا هیدری رو به هم زد و بلافاصله موفق شد که برسه به پشت علیرضا هیدری. علیرضا هیدری ما رو خاک بکنه. 5:55 از وقت این کشتی گذشته، حساب کار 1-1 مساوی در صحنه ای که علیرضا هیدری میتونست یه بار دیگه رومرو رو خاک بکنه، بدل خورد و رومرو به امتیاز رسید. عضلات این دو کشتیگیر رو ببینید، چقدر عضلات به هم پیچیده و شلاق خورده ای دارن. دو کشتیگیر در سرشاخ و سرگردن هم دیگه کار میکنن. 2:40 1:40 هر دو فرصت دارن تا پیروزی رو از آن خود کنن. اینجا درخواست اختیار برای یوئل رومرو میشه، درست هم هست، چون هیدری خیلی بهتر و بیشتر کار میکرد. حتی همون امتیازی که رومرو گرفت روی حرکت علیرضا هیدری بود، این شروع حرکت از علیرضا هیدری بود. حالا اینجا هیدری میخواد بره برای جفت جور کردنه فیتیل پیچ، تا این لحظه رومرو بهش اجازه کار رو نداده. رومرو انقدر اعتماد به نفس داره که حتی ولو نشده روی توشک. اینجا یه لحظه میخواست بچرخه رومرو و برسه پشت هیدری. هیدری هوشیاره و اجازه کار رو به یوال رومرو نمیده. عجب کشتیگیر خطرناکه یوال رومرو. اینجا میره برای کلید بارانداز، کلید بارانداز رو یافته جور کرده، حالا اینجا میتابونه و به پل میبره، به پل، رو پل برد یوئل رومرو رو. رومرو ولی تونست از این مهلکه فرار بکنه و رو بکنه، ولی کار تموم هست. حالا رومرو داره خوشحالی میکنه، باید ببینیم که چرا رومرو داره خوشحالی میکنه. دو امتیاز رو علیرضا هیدری گرفت و به 3 رسید، کار تمومه، باید ببینیم داورا چطور امتیاز دادن. رومرو زیر دو بنده شد، دو بنده دیگه همش بله، 3 برای 1 مثل علیرضا هیدری. کار به پایان میرسه، پیروزی ارزشمند علیرضا هیدری و کسب مدال برنز مسابقات جهانی 1997 کراسنودار. حالا احساس ناراحتی هم میکنه علیرضا هیدری، امیررضا خادم اومده بالا سرش، ولی مثل این که مشکل خاصی نیست و بلند میکنن علیرضا هیدری رو. البته اینجا هیدری برونز نگرفت، اینجا ما قبل رده بندیه، یعنی رپشارژ قبل از رده بندی. من بهتون میگم، حالا اینجا داور وسط دست علیرضا هیدری رو به عنوان پیروز بالا میبره. الان خدمتتون میگم که نتایج در این مسابقات چطور بوده. هیدری یک کمی هم مثل که از دست رومرو دیل خوره، به خاطر این صحنه آخر کتفش خیلی از ناحیه پهلو احساس درد میکنه. اینجا کلید بارانداز رو گرفت
رومرو خواست مقاومت بکنه، چه زوری آورد علیرضا حیدری و این کشتیگیر قدرتمند رو به پل زد که دیگه همونجا کار تموم شد. یعنی دقیقا لحظه ای که حیدری رومرو رو به پل زد دیگه تموم شد. دو امتیازی که میخواست رو گرفت، البته که به این صحنه سه امتیاز هم میتونستن بدن، ولی نه، دو امتیاز درستش بود. دقیقا لحظه ای که حیدری دو امتیاز رو گرفت، امتیازش به سه رسید و کشتی تموم شد. دیگه ادامه حرکت که رومرو رو کرد و به پشت علیرضا حیدری رسید، این دیگه مهم نبود. من یه لحظه اشتباهی گفتم اینجا برنز رو کسب کرد علیرضا حیدری، ولی اشتباه کردم، چون که این ما قبل در واقع رده بندی بود، نیمه نهایی نبود، رپشارژ ما قبل رده بندی این کشتی بود. این دوتا جفتشون به لسگاتس باختن، لسگاتس آمریکایی که اون سال مدال طلا رو گرفت. رده بندی رو علیرضا حیدری روبروی خاجی مراد ماجمدوف روس در واقع کشتی گرفت که اون کشتی هم فوق‌العاده علیرضا حیدری تماشایی کشتی گرفت. 5-1 تونست خاجی مراد ماجمدوف رو شکست بده. خاجی مراد ماجمدوف که قهرمان المپیک آتلانتا بود و به قولی بخت اصلی کسب مدال طلا در این مسابقات محسوب میشد، چون سال قبلش 96 آتلانتا مدال طلا در وزن 82 کیلو رو خاجی مراد ماجمدوف گرفته بود. اینجا یه تغییر به قول تغییر تو اوزان کشتی آزاد داد فیلا اون سال، که 82 کیلو رو کردن 85 کیلو. این تغییر تو اوزان خیلی اتفاق افتاد، 85 کیلو رو کردن 84 کیلو، 86 کیلو، الان که 86 کیلو. و حیدری میام در رده بندی حاجی مراد ماجمدوف رو 5-1 برد و مدال برنز رو کسب کرد. حالا اون ور جدول هم آسانوف رسید فینال، اصلان آسانوف اوکراینی رسید فینال، که فینال رو با لسگاتس 1-1 مساوی کردن، ولی داورا در واقع اخطار بیشتری گرفته بود اصلان آسانوف و لسگاتس برنده شد، لسگاتس آمریکایی. حالا یه لحظه چهره یان رو کوینتانا رو دیدیم. آقا ما چند وقته که بد جور دنبال کشتی یان رو کوینتانا مقابل مراد محمدی در مسابقات جام جهانی 2006 ساری هستم. اگر دوستان کسی فیلم این کشتی، یا اگر که کل مسابقات جام جهانی 2006 ساری، جدال ایران و کوبا یا ایران و روسیه، کلن از اون مسابقات فیلمی دارید، من خواهش میکنم که برای ما بفرستین. کلن اگر که فکر میکنید فیلم کشتی های قدیمی با کیفیت دارید، حتی اگر بی کیفیت هم دارید، من یه ایمیلی توی کامنت پین میکنم، این راه ارتباطی با ماست. کلن کار چیزی دیگه هم فوش هم خواستید بدین، تو اون ایمیل میتونید از اون خلاصه راه ارتباطیه. ولی حالا من خواهشم اینه که اگر فیلم کشتی قدیمی دارید حتما برای ما بفرستید، که ما بتونیم برای بقیه مردم پخش بکنیم و همه ازش استفاده بکنن. یه نکته دیگر رو هم میخواستم بگم که یادم رفت و دیگه بریم تو تشکر. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این ویدیو لذت بردین، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید، حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.